الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دوستان عزيز و أرجمند خدمة تمامي شما بزرگواران أرزي أدب و سلام دارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و امیدوارم که الله متعال طاعات و عبادات همه شما را به بارگاه خودشون بپذیرند و این طاعات و عبادات را بهترین پاداش را در دنیا و آخرت در مقابلش به من و شما عنایت بفرماید و باعث سربلندی من و شما در آخرت باشد <applause> سلام دست جمعی خواندن قرآن کریم برای نیت ختم درست است اه نه خدمت شما عرض بکنم که دست جمعی خواندن قرآن کریم اگر به این نیت باشه یعنی به این کیفیت باشد که شما چند نفری مشغول تلاوت قرآن هستید و هر نفری مثلا چند صفحه میخوانید یک نفر میخواند دیگران گوش میدهند این انشالله ثواب دارد و ختم حساب میشه و مدارسه قرآن هست اما این که شما مثلا چند نفر به صلاح در یک گروه مثلا واسابی سی جز قرآن را تقسیم بکنید بر سی نفر که سی نفر هر کدام یک جزی را در خونه خودشون بخوانند این برای شما ختم حساب نمی شود در این صورت هر کسی به اندازه همان به صلاح سوره ای را که خوانده همان جزئی را که خوانده به او ثواب می رسد و ختم حساب نمی شود اما اگر همه صدای همدیگر را می شنوند و وقت تلاوت مثلا اگر کسی اشتباهی دارد اسم تصحیح می کنند و یک نفر می و دیگران گوش می دهند در این صورت انشاءالله که ثواب ختم را دارد اگر کسی خیلی عاشق فردی شود می توانیم تعویز بگیریم یا گناه است تعویز گرفتن برای این که شما فکر بکنید که با تعویز در میان دو نفر مثلا محبتی ایجاد می کنید یا با تعویز گرفتن دو نفر رو از همدیگر جدا می کنید این واقعیت ندارد چون این تعویزی وجود ندارد چون این تعویزی وجود ندارد و کسانی هم که چون این تعویزی میدهند این علامت این است که این افراد انسانهای ساهر و جادوگری هستند این فقط از طریق سحر ممکن هست نه از طریق یک دعای عادی یا یک تعویز عادی تعویز عادی که برای شما یک آیی از قرآن بنویسند یا حدیثی از پیانبر بنویسند چون این تأثیری رو ندارد در اسلام اجازه داده شده چند زن بگیریم اجازه ای که در اسلام داده شده برای اینکه چند زن کسی بگیرد برای موارد خاص هست با توجه به اینکه به طور مثال یعنی عموما مثلا کسی مشکلی داشته باشد از فرزند اولش به طور مثال صاحب بچه نشود یا مورد دیگری مثلا داشته باشد که نمیتواند با اون فرد زندگی بکند از این که به طور مثال طلاقش بدهد تا این و اون فرد مثلا خانم بی سرپرست باشد و مشکلات دیگری داشته باشد خب شریعت اسلامی اجازه داده که یک خانم دیگر مثلا با فردی دیگر ازدواج بکند و مصالح دیگر در این زمینه وجود دارد منتها شریعت اسلامی این مورد را مخید کرده به این که فرد شرایطش را داشته باشد و توان عدالت را داشته باشد و الله متعال سراحتا می در قرآن کریم اگر که نمی توانید عدالت بکنید پس بنابراین فواحدتا او ما ملکت ایمان کن. در این صورت به همون یک زن باید اکتفا بکنید <تصفح> استاد چگونه روزه قضا را جبران کنیم ببینید روزه قضا که یعنی نتوانستید روزه بگیرید یک فردی به طور مثال نتوانست روزه بگیرد از نظر شرعی حکمش این است که قضا بیاورد یعنی خانم هایی که در ماه مبارک رمضان نتوانستند که روزه بگیرند حکمشون از نظر شرعی این است که اصلا قضا بیاورند و به تعداد روزه هایی که نتوانسته بودند که روزه بگیرند اما اگر کسی توانایی قضا آوردن روزه ها را رو ندارد به این معنی که بیمار هست عذر شرعی دارد نه در رمضان میتواند روزه بگیرد و نه بعد از رمضان میتواند که قضا بیاورد از نظر شرعی در این مورد جایز هست که به جای قضا فدیه بدهد یعنی در مقابل هر روزی به یک مسکین قضا بدهد کفاره روزه چقدر هست؟ و کفاره روزه یعنی منظورتون فدیه روزه هست فدیه روزه فدیه در صورتی هست که کسی توانایی روزه گرفتن نداشته باشد کسی توانایی روزه گرفتن را رو نداشته باشد در این صورت به یک مسکین غذا بدهد به اندازه نصف سا یعنی تقریبا چیزی حدود یک و نیم کیلوگرم گندم یا برنج یا مواردی از این قبیل یا در حد یک نهار و شامی یک پرس غذایی به یک نفر بدید این کفاره یک روزه در واقع حساب می شود در خواب مادرم که فوت شده را دیدم که بغلم می کند تعبیرش چیست؟ تعبیرش این است که انشاءالله یعنی شما همچنان بیاد مادرتون هستید و از مادرتون ذکر خیر میکنید برایش دعا می کنید و خود همین دعا کردن شما به این معنی هست که مادر شما هنوز زنده هست یعنی مثل این است که هنوز دارد یعنی کار خیر, کار خیر انجام می دهد و این ثواب دعاهای شما به مادرتون در واقع میرسد آیا دیدن لکه قهوه‌ای قبل از پریودی روزه را باطل می کند؟ لکه‌ای که قبل از پریودی هست یعنی در ایام و در موعد پرو... پریودی شما هست و شما منتظر هستید که امروز و فردا مثلا عادت بشوید در این صورت این لکه جز عادت ماهیانه شما شمرده می شود یعنی جز پریودی حساب می شود گویا که عادت ماهیانه شما شروع شده ولو این که بعد از آن دیگه لکه نبینید ولو این که بعد از آن لکه ای نبیدید به طور مثال امروز صرفا یک لکه دیدید اما تا شبش مثلا هیچی ندیدید فرداش مثلا عادتتون شروع شد این یک روز هم که صرفا فقط یک لکه بوده این جز عادت ماهیانتون حساب می شود و اگر لکه بعد از عادت ماهیانه باشد به طور مثال عادت شما هفت روز بوده و شما هفت روز صبر کردید پاک شدید علامت پاکی رو دیدید غسل کردید روز هفتم به طور مثال روز هشتم یک لکه دیدید لکه بعد بعد از عادت ماهیانه اعتباری ندارد لکه بعد از عادت ماهیانه اعتباری ندارد نمازتون هم درسته نماز بخوانید و روزتون هم درسته روزه بگیرید اما لکه ای که قبل از عادت ماهیانه هست در همون روزهایی است که شما منتظر عادت ماهیانه هستید این در واقع جزء خود عادت و حیث شمرده می شود و اون روز را روزش برای شما صحیح نیست باید دوباره قضایش را بیاورید از کسی پول میخوام جواب نمیده شکایت کردم نتیجه نداده چه کار بکنم سعی بکنید انشالله که از هر طریقی شده از طریق ریش سفیدا و به شریعت به قول معروف و سردار خومی هست ریش سفید خومی هست و در هر صورتی با به هر کیفیتی از دوستان و رفیقانش خانوادهش خانواده اون فرد پدرش برادرش اموهایش کسی کمک بگیرید تا اینکه به صورت بتوانید که حق و حقوق خودتان را بگیرید منتها اگر اون فرد واقعا کسی هست که ندارد معصر هست یعنی تنگ دست هست به طور مثال دستش خالی هست و شکسته هست و فعلا نمیتواند که به شما در واقع قرضش رو ادا بکنه شما به اون فرصت بدهید این برای شما یک احسان هست و یک نیکوکاری و عمل خیلی برای شما شمرده می شود در صورت ذکر کردن کلمه طلاق از طرف خانم به صورت مکرر آیا طلاق اتفاق می افتد؟ نه اگر از طرف خانم باشد یعنی خانم به همسرش بگید به شوهرش بگوید که تو طلاقی یا بگوید که من طلاقم دیگه من از این به بعد زنت نیستم من طلاقم یا تو طلاقی این از طرف خانم باشد این طلاق معتبر نیست این طلاق معتبر نیست مگر در یک صورت مگر در یک صورت که شوهر اختیار طلاق را داده باشه به خود زن یعنی زن را وکیل کرده باشه برای طلاق در این صورت اگر زن طلاق بدهد طلاق <تصفح> صورت طلاق شوهر افتاده طلاق خودشه هست ولی خب وقتی که میگه که من طلاق هستم یعنی که از هم دیگر در واقع جدا شدم فقط در صورتی که شوهر این وکالت را به زنش داده باشه اما در غیر این صورت وقتی که یک خانم به شوهرش میگوید که تو طلاق هستی یا من طلاق هستم هیچ اتفاقی نمیافتد سلام یکی روزه بود ولی دندانش درد میکرد خیلی شدید ولی قرص خورد بدون آب و تا آخرش روزه بود آیا کفاره داره یا نه درست است نه کفاره ندارد روزه شکسته روزش شکسته ولی اینکه قرص را بدون آب خورده باشد هرچند قرص هم خیلی کوچک باشد این در واقع هر چیزی که وارد شکم بشود این شکننده ی روزه هست روزه شکسته در اون روز فقط یک روز باید قضا بیاورد کفاری بر اون لازم نیست کفاری بر اون لازم نیست و گناهی هم برگردنش نیست اگر که خیلی سردرد شدیدی داشته دندانش خیلی مثلا درد تا تب خیلی شدیدی داشته مجبور بوده روزه رو بشکند و قرص و دارویی در واقع استفاده بکند در این صورت روزه شکسته و یک روز دیگری باید به جای اون روز روزه بگیرد کفاری دیگر برگردن اون لازم نیست من یه سوالی دارم من در غسل خود شک دارم که درست است یا خیر چه بکنم ببینید شما وقتی که غسلی رو انجام دادید به طریقه شرعی انجام دادید یعنی کاملا رفتی زیر دوش به طور مثال کاملا بدن خودتون رو آب کشیدید یعنی این که غسل شما کامل هست یعنی شما به نیت تهارت رفتید به نیت این که پاک بشوید رفتید زیر دوش و تمام بدن خودتان را آب کشیدید یعنی این که غسل شما کاملا انجام گرفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی آب خیلی کمی برای غسل مصرف میکردن آب خیلی کمی برای غسل برای شستن تمام بدنشون تقریبا چیزی در حدود دو لیتر امروزی بوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم با این آب کاملا غسل میکردن اما شما که الان به طور مثال رفتی زیر دوش یک دقیقه دو دقیقه پنج دقیقه زیر دوش بودی و تمام دست و صورت و بدن و پای تمام خودتون رو شستید دست کشیدید یعنی اینکه غسل شما کامل هست البته به شرط اینکه نیت تهارت رو داشته باشید و روش غسل پیامبر این بوده که قبل از غسل وضو میگرفتند کاملا و بعد از آن تمام بدن خودشان را آب میکشیدن شما وقتی که این کار رو انجام دادید یعنی اینکه غسل شما صحیح هست صحیح هست و بیشتر از این وسواسی نداشته باشید اینو واگذار بکنید به الله مطال بگید پروردگار همون گونه که پیامبر تو غسل میکرد من غسل کردم بقیهش را واگذار بکنید به الله مطال و وسواسی نداشته باشید قطعا غسل شما درست است یا شیخ اگر اسم پسر رو مسیح بگذاری مشکلی ندارد به نظر من زیاد جالب نیست که اسم پسر رو مسیح بگذارید اسم پسر را مسیح بگذارید گرچه حرام نیست اما نگذارید بهتر است به نظر من چون که این مسیح همون گونه که به صلاح نام مسیح هست اصل مسیح یعنی مسح شده مسیح به معنی مسح شده به حضرت عیسی مسیح علیه و اللہ میگن مسیح به خاطر اینکه کف پای ایشان صاف بود کف پایشون گودی نداشت صاف بود به خاطر میگن عیسی مسیح و این مسیح هم لقب به دجال هم هست به دجال هم گفته می شود مسیح زیرا که این یک قسمت چهرهش کاملا مس شده یعنی اینکه چشمش برآمده هست و یک قسمت چهرهش کاملا صاف هست در واقع این خاطر به دجال هم مسیح گفته مسیح دجال گفته می شود به نظر من زیاد جالب نیست اما اگر کسی گذاشت نمیگم که به گناه داره یا ممنوع هست آیا خواب دیدن و تعبیر خواب حقیقت دارد؟ اگر که آره میشه در موردش بگیم بله خواب حقیقت دارد خواب خواب دیدن و تعبیر خواب حقیقت دارد داستان حضرت یوسف علیه السلام را که در سوره یوسف حداقل دو خواب را تعبیر شدند یکی خواب خود یوسف که به صلاح دیده بود و خواب پادشاه که دیده بود حضرت یوسف تعبیر کرد و دو نفر دیگر دو زندانی دیگر که خوابشون رو حضرت یوسف تعبیر کرد و دقیقا همان اتفاق افتاد و امروز هم وجود داره رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که خواب یک بخشی از 47 بخش نبوت هست و نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ابتدایش با خوابه های راست بود خوابه های صادقانه و وقتی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواب میدیدند دیدند فردایش دقیقا همون خوابشان کاملا در واقع تعبیر می شد خواب دیدن رویا و تعبیرش این در واقع یک علم هست یک فن هست و واقعیت دارد و یک نوع کرامتی هست برای مؤمن یک سری مجده هایی هست برای مؤمن گاهی وقتی یک تلنگوری می شود برای مؤمن گاهی وقتی مایه مسرت و خوشحالی مؤمن می شود و منافع و حکمت های زیادی در واقع دارد منتها خوابی رو که کسی دیده اگر خواب بدی دیدید مطلقا برای کسی تعریف نکنید خواب بدتان رو حتی برای دوستانتون تعریف نکنید. و اگر خوابی شنیدید و تعبیرش را نمیدانید به هیچ عنوان تعبیرش نکنید اظهار نظر نکنید زیرا که در روایت اومده خوابی که شما تعبیر خوابی که میبینید تا زمانی که خواب را تع... تعریف نکردید برای کسی به شما ضرر و زیانی نم... نداره یعنی تعبیر نمیشه اما اگر این خواب رو به کسی گفتی اون اشتباه تعبیرش کرد همون اتفاق همون تعبیر اشتباه هم برای شما اتفاق میفته این خاطر است که پیامبر صلی الله علیه و آله خواب بد را برای کسی تعریف نکنید اگر خواب خوبی دیدید خواب شیرینی دیدید این رو برای به اصطلاح عزیزانتون برای اهل علم برای کسانی که تقوا دارند برای کسی که به اصطلاح تعبیر درستی بلد هست یا براتون درست تعبیر میکنه برای این خوابتون رو میشه به اصطلاح براشون تعریف بکنید حکم کسی که حامله بوده نتونسته روزه بگیره بعد کفارش هر سال میده چیه نه برای کسی که حامله بوده نتوانسته روزه بگیره حکمش این است که بعد از رمضان بعد از اینکه تونست در واقع روزه بگیرد بعد از وضع حمل خودش روزه بگیرد یعنی قضای روزه را رو بیاورد اما اگر به صورت کلی نمیتواند بعد از رمضان هم روزه بگیرد در اون صورت فقط یک مرتبه فدیه بدهد یک مرتبه فدیه بدهد هر سال لازم نیست که فدیه بدهد یک مرتبه که روزه یا یک مرتبه قضایش را بیاورد اگر نمیتوانست قضاش را بیاورد باید فدیه بدهد اما هر سال تکرار کردنش لازم نیست در ماه مبارک رمضان روزه دار اگر استفراغ کند آیا روزه گرفتن ایشان قبول است بله استفراغ غیر عمدی شکننده روزه نیست استفراغ غیر عمدی شکننده روزه نیست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که به صلاح عمدن استفرا کرد روزه شکسته قضا باید بیاورد اما اگر کسی خودش خود به خود بدون اینکه که عمدی باشه مثلا استفرا کرد این شکننده روزه نیست استفراغ غیر عمدی شکننده روزه نیست اما استفراغ عمدی که کسی فرض بکنیم که خودش مثلا یک کاری بکنه که استفراغش بیاد در این صورت شکننده روزه هست موقعی که دیر میرسی به نماز تراویح در ده رکت خوانده شده و میرسی به نماز باید اول فرضها رو بخوانی یا ادامه بدهی در صورتی که شما رسیدید به مسجد و مسجد هم نماز فرض را خوندند و امام شروع کرده نماز تراویح را شما دو تا راه دارید شما در این صورت دو تا راه دارید راه اول این است که همراه با امام که نماز تراویح میخواند شما فرض را نیت بکنید امام نماز تراویح را میخواند شما فرض را نیت بکنید و با امام شروع کنید نماز خودتان را خب امام دو رکت میخواند و سلام میدهد شما بعد از سلام امام بلند بشوید و دو رکت دیگر بخوانید فرض شما کاملا ادا شده این صورت اول هست منتها در فقه حنفی اقتدا کردن به نمازی که درجهش از نماز شما کمتر هست این جایز نیست در فقه هنفی بین خاطر این صورت دوم را عرض می کنم یعنی این که شخصی که فرض می نمیتواند نمی تواند بر کسی که نمازش سنت هست یا یعنی نماز نفل است نمی تواند اقتدا بکند صرفا در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه صورتش در این حالت صورتش این است که شما چهار رکت نماز فرض خودتان را اول بخوانید جدا بیرون مسجد یا یک گوشه از مسجد چهار رکت نماز فرض را بخوانید بعدش برید با امام نماز تراویح خودتان را ادامه بدهید بنا بر مذهب هنفی اما صورتی اول که عرض کردن نظر جمهوری این است که اقتدا کردن به امام در هر صورت جایز هست تفاوتی ندارد که امام نماز نفل بخواند یا نماز سنت بخواند یا نماز بسلا واجبی باشد یا فرضی باشد در هر صورت اقتدا به یک امام جایز هست و بر حسب نیت شما شمرده می شود شما به نیت بسلا به نماز فرض اقتدا می کنید و نیتتون درسته و نمازتون هم از نظر جمهور درست هست من مرتکب یک حق و ناس بزرگ شدم چطور می توانم از گردنم ساخت ساخت کنم این حق رو حق و ناس زمانی ساخت میشه که شما حق و ناس رو برگردانید حق و ناس رو الله متعال ابتداعا نمی بخشد یعنی این که تا زمانی که برای شما ممکن و میسر هست باید حق و ناس رو پرداخت بکنید اگر حق مالی هست به اون رو پرداخت بکنید برگردانید اگر که به حق فرض بکنیم که حیثیت و آبروی، آبرویشون هست حق معنوی هست از ایشون حلالیت طلب بکنید یا در مقابلش مثلا رضایتش رو به هر صورت جلب بکنید بهش هدیه بدهید که رضایتش در واقع جلب شود. اما تا زمانی که به صلاح رضایت رو جلب نکردید یعنی اینکه توبه شما توبه صادقانه نیست در صورتی که انسان گناهی کرده باشه و این گناه حق و ناس باشد برای پذیرش توبه چهار شرط دارد اول از این کار دست بکشد دوم اول این که اول از گذشتهش به شیمان بشود دوم این که از این کار و حق کشی در واقع دست بکشد سوم تصمیم بگیرد که دوباره این کار را تکرار نمی کند چهارم حق و ناس را باید برگرداند در این صورت هست که توبه شما توبه صادقانه خواهد بود من دستبند یک تلای تلا سر کارم پیدا کردم صاحبش هم دنبالش میگشت ولی جلوی مدیرها و رئیسها جورت نکردم که بگم چه کار بکنم خب اینو به یک صورتی به صاحبش برگردانید به یک صورتی به صاحبش برگردانید و مثلا اگر همکارتون هست به یک صورتی ببرید مثلا توی کیفش بذارید روی میزش بذارید یا اگر که مشکلی براتون پیش نمیاد مثلا سراحتا برید بشه بگید که این با من بوده من پیداش کردم یک صورتی به هر صورت این باید این رو به صاحبش برگردانید شیخ جواب منو بده در حالت جنابت نکاح قبوله یا نه یعنی چی شما تازه میخوای نکاح بکنید وقت جنابت میرسه شما پیش از نکاح نمیدانم جنوب شدید میخوای وقت نکاح قبول هست جنابت و نکاح یا نه از نظر شهری درسته ولی بله برای نکاح خواندن لازم نیست که حتما کسی وضو داشته باشه لازم نیست که حتما کسی وضو داشته باشه و اگر جنوب هم باشه جایز هست بلفرض اگر خانمی در هنگامی که عقدش خونده میشد فرض کنیم که عادت ماهیانه بود یا آقا مثلا جنوب بود هیچ اشکالی نداره از نظر شهری عقدشون کاملا درسته و هیچ دغدغه‌ای در این زمینه نباید داشته باشیم اگر زنی به شوهرش بگوید که از این به بعد سیگار بزنی من مثل خواهر و مادرت باشم آیا واقعا بالای شوهر حرام می شود یا چه حکم شری دارد نه از اگر این جمله از طرف زن به شوهر گفته بشود هیچ اتفاقی نمی افتر. زن به شوهرش میگوید که اگر از این به بعد سیگار بکشی من خواهر و مادرت باشم نه هیچ گونه اتفاقی نمیفته و تاثیری این حرف در واقع نداره اگر شوهر به سیگاری بکشه این زن و شوهر از هم دیگر جدا نمیشوند طلاق واقع نمیشود حکم شک به خروج ودی در حین تراویح چیست تا زمانی که شک هست اصلا معتبر نیست شک در هیچ جای معتبر نیست موردی که شما با یقین هست یقین با شک از بین نمی رود یقین با شک از بین نمی رود یعنی چی؟ یعنی این که شما الان یقین دارید که به صلاح وضو دارید با یقین وضو گرفتید رفتید نماز رو شروع کردید الان سر نماز مثلا شما شک به دلتون میاد که آیا مزی خارج شده مزی خارج شده یا فرض کنیم باد شکم خارج شده یا خارج نشده فقط فقط شما شک تو دلتون آمده که وضوع شکست یا نشکست با این شک آمدن در قلب شما وضوع شما نمیشکند وضوع شما نمیشکند همین مورد را از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال کردند که یا رسول الله احیانا ما در نماز هستیم و احساس میکنیم که وضوع ما شکسته یعنی این فردی مثلا احساس میکند که بادی از شکمش خارج شده یا قطره ادرار مثلا خارج شده یا مزی مثلا خارج شده حکمش چی هست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لا ينصرف لا یسمره لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا نه تا زمانی که صدایی نشنیده یا بوی رو احساس نکرده نمازش رو ترک نکند یعنی این که تا زمانی که مطمئن نشده تا زمانی که مطمئن نشده شما هم تا زمانی که مطمئن نشدید که وضویتان شکسته نماز را نباید رها بکنید نماز خودتان را ادامه بدید یه قانون خدمت شما عرض بکنم قانون این است که شک به یقین با شک از بین نمی رود یقین با شک از بین نمی رود به طور مثال شما الان رفتید وضو گرفتید رفتید وضو گرفتید الان یادتون هست که من مثلا وضو گرفتم اما بعد از وضوع گاهی وقت انسان فکر میکنه که من دستشویی رفتم یا نرفتم یادش میره نمیدونه که دستشویی رفتم یا نرفتم خب الان وضوع گرفتنش صد درصد هست مطمئن هست که وضوع گرفته اما برای دستشویی رفتن شک داره در این صورت وضوع شما کامل هست وضوع شما کامل هست و این شک شما باعث نمیشه که وضوی شما بشکنه زیرا که یقین وضوع گرفتن یقینی هست اما دستویی رفتن شک هست اما برعکسش فرض کنیم یک فردی رفته دستشویی بعد از دستشویی وقت نماز رسیده الان فکر میکند که خب من دستشویی رفتم اما یادم نیست که بعد از اون وضوع گرفتم یا وضوع نگرفتم بعد از اینکه دستشویی رفته یادش نیست که من وضو گرفتم یا وضو نگرفتم حکمش در اینجا این است که وضو نگرفتی چرا چون که یقین این است که دستشویی رفته بودی و بعد از آن مشکوکی شک داری نمیدونی که وضو گرفتی یا نگرفتی پس بنابر این یقین با شک از بین نمی رود هر گرچه اینو برعکسش هم بکنیم صورتها مثالی که خدمت شما عرض کردم شما همیشه بر یقین عمل بکنید بر شک عمل نکنید وقتی که روزه هستیم یا وضو گرفتیم در دهان لسه ها خون بیاید آیا روزه و وزو باطل می شود یا خیر نظر بنده این است که نه وضو باطل می شود و نه روزه باطل می شود البته سعی بکند که اگر دندانش به صلاح یا لسهش خون آمده اینو فرو نبرد فرو بردن خون از نظر شریع جایز نیست و حرام هست در فقه هنفی گفتن در صورتی که اگر کسی لسهش خون آمد لسهش به خون آمد و خون غالب شد بر آب دهان خون غالب شد بر آب دهان در این صورت در واقع وضوعش شکسته اما اگر نه یک فرض کنیم که خیلی کم هست در این صورت وضوعش نشکسته خب در فقه هنفی از کجا بدانیم که آیا آب دهان غالب هست یا خون غالب هست اگر رنگ به آب دهان رنگ خون شده بود به این معنی هست که الان خون غالب هست اما اگر نه صرفا زرد شده بود یک مقدار و قرمز نبود یعنی این که به این قلیل هست در این صورت وضوع نشکسته تا نظر بنده این هست که و نظر جمهور علما هم این است که با خروج خون از بدن از غیر سبیلین وضو نمیشکند در فقه احناف این جزء شکننده های وضو قرار میدهند در هر صورت اگر که به خون زیاد بود احتیاط این است که به اصطلاح وضو بگیرند خواب دیدم که با کسی که عاشقشم ازدواج کردم تعبیرش چیه من تعبیر خواب نمی کنم خواب تعبیر نمیکنم معمولا اما انشالله برای تون دعا میکنم خوابی که دیدی خواب خوشی هست انشالله که برایتون تعبیر بشه به بقول معروف به عشقتون برسید اگر ناخون کاش داشته باشیم نماز و روزه من قبول می شود نماز و وضو و غسل و به نمازتون صحیح نیست از نظر شرعی در هنگام وضو تمام قسمت هایی که شستنش واجب هست و فرضه باید شسته بشوند اگر یک مقدار کمی هم در واقع سر ناخونی به طور مثال خوش بماند از نظر شرعی وضوع شما کامل نیست خب وقتی که شما ناخون میکارید حداقلش اگر های دست باشه مثلا ده تا ناخون رو شما به ناخون کاشته باشید یعنی این قسمت کلا یعنی یک قسمت بزرگی از به اصطلاح شما در واقع خوش مانده و وقتی که یک قسمتی خوش بماند از نظر شرعی وضو درست نیست رسول الله صلی الله علیه و سلم دیدند که یکی از اصحاب در سفری وقتی که بودند دیدند که یک قسمتی از پایش از دور می درخشد خب زمان قدیم جورابی نبوده کفشی به امروزی نبوده و حتی امروزه همین اتفاق می افتاد و گرد و خاک مثلا روی پا می نشست رفته بود وضو گرفته بود یک قسمت خیلی کوچیکی از پایش در واقع سفید مانده بود به این معنی که می درخشید و آبش نرسیده بود رسول الله صلی الله علیه و که برو دوباره وضو بگیر دوباره برو دوباره وضو بگیر و فرمودن ویل للاعقاب من النار وای بر پاشنه, پاشنه پاها که هنگام وضو که گرفتن شما به دقت نمی کنید و آب به اون نمی رسد یعنی سبب می شود که وضوع شما درست نباشه غسلتون درست نباشه و نمازتون درست نباشه و اگر راهی داشت رسول الله صلی الله علیه و می فرمودند که خب الان این اتفاق افتاد اما تکرار نکن اما اینو نفرمودن نگفتند که برو دوباره همین قسمت رو دوباره مثلا بشید. نه فرمودن برو دوباره وضو بگیر و این حدیث و امثال این حدیث دلیل بر این هستند که اگر کسی کاشت ناخون داشته باشد یا بر رویش چسب در روی بدنش چسبی باشد که آب ب... یا یک حایلی باشد، لاکی باشد، مانی باشد که آب به اصل پوست بدن یا ناخون نرسد، در این صورت وضوع باطل هست. اگر کسی درد داشته باشد و شیاف دیکلوفناک بزند روزه باطل می شود یا خیر؟ نه از نظر شهری اشکالی ندارد. اگر کسی به خاطر تسکین درد مجبور باشد و پزشک تجویز کرده باشد که شیاف استفاده بکند از نظر شهری شیاف جز شکننده های روزه نیست. و حکم خوردن و نوشیدن را ندارد جایگزین غذا را نمیگیرد این صرفا یک نوع مسکن است و تفاوتی هم نداره که شیاف شیاف مقعدی باشه برای به صلاح تسکین درد باشه یا شیاف محبلی باشه برای مورد دیگری باشه در هر دو صورت شکننده روزه نیست آیا شکستن قول یا وعده گناه دارد؟ بله از نظر شرعی یکی از صفات بسلا مؤمنان این است که به نظر خودشون و به قول خودشون وفا می کند. الله مطال در ابتدای سوره مایده این رو توصیه کرده به من و شما که اوفو بلا با عقد به عقد و عهد و پیمانی که بستید در واقع باید پایبند باشید انسان مسلمان رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المسلمون علی شروط مسلمانان بر شرطشون هستند یعنی شرط معتبر هست و باید بر اون عمل بکنند و رسول الله صلی الله علیه و سلم وعده خلافی را و قول و وعده را شکستن را اینو یکی از علامت های نفاق معرفی کردند علامت های نفاق و فرمودن آیت المنافقی ثلاث نشانه های منافق سی چیز هستند و یکی از این سی چیز این هست که اذا وعده اخلف و وقتی که زمانی که وعده بدهد خلاف وعده می کند اگر شما وعده ای دادید از نظر شهری بر شما واجب هست که حتما بر وعده و قول خودتون عمل بکنید و ثابت بمانید اگر کسی در اهل سنت سه بار بگوید طلاق هستی برای آن شخص حرام یا نه بله از دیدگاه اهل سنت و جماعت اگر طلاق سه مرتبه هست طلاق سه مرتبه مرد حق طلاق رو دارد اگر یک مرتبه طلاق داد تا سه ماه یا سه عادت ماهیانه فرصت دارد اگر از حرف خودش برگشت دوباره رفت سر خونه و زندگیش اشکالی نداره زن و شوهر هم دیگرند این یک طلاق افتاده اما زن و شوهر هم اگر طلاق دوم را داد باز هم تا سه عادت ماهیانه این شوهر حق دارد که رجوع بکند فرصت دارد تا سه ماه که یا سه عادت ماهیانه که رجوع بکند اگر رجوع کرد گفت من دوباره زنم رو میخوام یا عملا با همدیگر زندگیشون ادامه دادن باز هم زندگیشون درسته و منتها دو طلاق افتاده اما باز هم زن و شوهر هم دیگر هستند اما اگر طلاق سوم را داد به این معنی که سه طلاق رو در واقع واقع کرده بود بعد از طلاق سوم دیگه راهی برای رجوع وجود نداره این زن و شوهر برای همیشه بر هم دیگر حرام و نامحرم میشوند. سلام ایستاده شونه کردن مو برای خانم ها مشکلی دارد نمیدونم چه سوال های عجیب و غریبی به ذهن شما میرسد خب چه،, چه کار بکنه وقتی که ایستاده به صلاح شانه نکنه یعنی باید بخوابه نه تفاوتی نداره برای شانه کردن مو تفاوتی نداره ایستاده بودید هم درسته نشسته بودید هم درسته اگر خوابیده در حالت خوابیدن هم میتونید مویتون شانه بکنید باز هم درسته این هیچ تفاوتی نداره حکم شریع در این زمینه این است که جایز هست یعنی مواردی هستند که جز طبیعت انسان است و جز کارهای روزمره انسان هستند نشستن یا ایستادن و یا خوابیدن در وقت به اصطلاح شانه کردن معنی نداره همشون جایز هست آیا اگر انسان در زمان جنابت اگر حمام نرود و غسل نکند و از غسل کردن یک زمانی بگذرد گناه دارد اگر جنابت خودش را به تأخیر بیاندازد بگونه بی ای که به منجر به ترک نماز بشود بله این گناه کبیره هست این گناه کبیره هست گناه کبیره این است که نماز رو ترک کرده گناه کبیره این است که نماز رو ترک کرده اما این که مثلا غسل جنابت رو انسان به تاخیر بیاندازد این فی گناهی ندارد فرض کن که شما مثلا یک فردی در حال جنابت مثلا رفت مثلا صبح بعد از نماز فرض کنیم جنوب شده بود و فرصت نکرد و با همون در حالت جنابت رفت سر کار خودش و قبل ظهر برمیگرده خونه غسل میکنه هیچ گناهی برگردنش نیست گناهی برگردنش نیست تاخیر غسل جنابت تا زمانی که منجر به ترک نماز نشود گناهی ندارد عملا یک روزی ابو هریره رضی الله تعالی عنه در یک از کوچه های مدینه پیامبر را دید پیامبر را دید و قبل از اینکه به پیامبر برسد به قول معروف جیم زد و فرار کرد رفت ابو حراره. یعنی نیومد محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم که بیشون سلام بده و باشون همراه بشود رفت و مدتی گذشت و یه چند وقت بعد دوباره اومد ابو حراره. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ها ابو هرره غیبت زد کجا رفته بودی ابو هرره گفت یا رسول الله واقعیت این است که در حالت جنابت بودم و دوست نداشتم که در حالت جنابت بیام به شما دست بدم و با شما هم نشین بشم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود سبحان الله ان المؤمن لا ینجس مسلمان و مؤمن نجس نمی شود این که فرق برقی از مردم تصور می کنند که زنی که در حالت عادت ماهیانه هست یا زن و مردی که در حالت جنابت هستند اینا نجسند نه به هیچ عنوان با جنابت و با عادت ماهیانه انسان نجس نمی شود لباسی رو که پوشیدید عرق کردید نجس نیست عرق انسان نجس نیست ولو این که حتی اگر کافر هم که باشد جنوب هم که باشد زن در عادت ماهیانه هم باشد باز هم عرقش به آب دهانش اشکش تمام این موارد از نظر شرعی پاک هستند این گونه نیست که به هر چیزی دست بزند به طور مثال مثلا نجس بشود این تصور به صلاح غیر اسلامی هست واقعیت نداره و کسی که در حالت جنابت هست سعی بکنه که زودتر به غسل بکنه این ها رو بهتر هست اما فرض کنیم سر شب زن و شوهر هم بستری کرده بودند و نتونستن غسل بکنن تا فرض کنیم فجر هیچ اشکالی نداره در حالت جنابت خوردن خوابیدن بچه رو شیر دادن آشپزی کردن خونه رو جارو کردن ناخون گرفتن مو رنگ کردن نمیدونم حنا بستن همه این کارا از نظر شرعی جایز هست هیچ گونه اشکال و ممانعتی در این زمینه وجود نداره در دین بر خودتون سخت نگیرید این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن ایاکم والغلو ای مسلمانان ای یاران من از غلو کردن و از افراط در دینداری پرهیز بکنید این نشانه دینداری نیست این که شما بر خودتون سخت بگیرید این نشانه دینداری نیست نشانه دینداری این هست که هر جایی که الله مطال به شما رخصت داره رخصت داده بر شما سخت نگرفته آسان گرفته بر همون عمل بکنید شما بر خودتون سخت نگیرید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ملت هایی که پیش از شما بودند به خاطر همین سختگیری هایشان به خاطر غلو و افراطشون هلاک شدند شما حق ندارید که حتی برای عبادت الله متعال بر خودتون سخت بگیرید آیا نماز جماعت با اهل تشیع جایز است؟ ببینید عزیزان من اهل سنت و جماعت تقیه ندارند مثل شیعه نیستند که بیان مثلا با تقیه پشت سر هنفی مثلا پشت سر مثلا سنی نماز بخونند و بگند که ما تقیه کردیم و سلام تمام شده رفت نه ما تقیه نداریم از نظر اعتقادی اعتقادات تشیع متفاوت هست تفاوت های اعتقادی زیادی در میان شیعه و سنی وجود داره احکام فقهیشان از نظر شرعی متفاوت هست بعضی از چیزهایی که نزد مثلا شیعه جز شکننده ها نیست از دیدگاه اهل سنت و جماعت به صلاح شکننده هست مانند خروج مثلا مزیر نزد شیعه جز شکننده های وضو شمرده نمی شود اما در از دیدگاه اهل سنت و جماعت جز شکننده های وضو شمرده می شود یا برخی از مواردی هستند جزء بدعت ها هستند جزء خرافات هستند و خود کیفیت نمازشون متفاوت هست بین این خاطر است که به خاطر تفاوت اعتقادی و احکام شرعی نماز درست نیست که شما پشت سر امامی که شیعه هست نماز بخوانید. اگر خانم در خانه نماز تراوی بخواند نخواند حکمش چیست؟ نخواند و نتواند اشکالی ندارد. گناهی برگردنش نیست. اگر مشغول خونه هست و بسلا بچه نمیگذاره نماز بخونه و آخر شب هم خسته میشه خواب میفتن نماز تراویح نخواند گناهی برگردنش نیست اما سعی بکنید که بسلا این شبها را بدون عبادت نگذارانید اگر نمیتوانید که بیز رکت بخوانید خب ده رکت بخوانید هشت رکت بخوانید حداقلش چهار رکت بخوانید یعنی حداقل که غیر از نماز فرض در شبهای رمضان عبادتی کرده باشید اما اگر فرض بکنیم که یک فردی نتونست به هر دلیلی نماز تراویح بخواند گناهی برگردنش نیست جناب استاد سر پا شاشیدن گناه دارد یا خیر نه گناهی ندارد ادرار در حالت ایستاده در صورتی که نیازی باشه ضرورتی باشد ممانعت شرعی وارد نشده جایز هست گرچه اولاتر و بهتر این است که انسان در حالت ادرار بنشیند در حالت اد، 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 نشسته ادرار بکند اما شما در یک موقعیتی قرار گرفتید که مثلا یا لازم بود یا خواستی دوست داشتید مثلا که ایستاده ادرار بکنید گناهی رو مرتکب نشدید و جایز هست حکم نماز خواندن پشت امام جماعتی که نشسته نماز میخواند چیست جایز هست این که شما پشت سر امامی که نشسته بنابر عذری بسلا نماز بخوانید این از نظر شرعی جایز است اشکالی نداره آیا در فلسطین به جهاد بروی برای رضای پدر و مادر شرط هست؟ ببینید الان امت اسلامی یعنی در این زمان که بسلا بلا و مصیبت خصوصا در غزه بر روی زنان و پیرمردان و انسانهای مسلمان و بیدفاع در واقع داره ظلم میشه بمباران میشوند قتل ها می صورت میگیرد برای کسانی که نزدیکند در غزه اند راه رفتن دارند در اونجا برایشون واجب هست که در این جهاد شرکت بکنند دفاع بکنند از خاک مسلمانان از مال و جان و ناموس مسلمانان اما برای کسانی که فعلا دورند راه رفتنی به صلاح وجود نداره و برایشون هم جهاد فرض عین نیست برای جهادی که فرض این نیست رضایت پدر و مادر هم شرطه برای جهادی که فرض این نیست باید رضایت پدر و مادر را داشته باشید اما کسی بسلا در خودش در میدان جنگ هست چاری نداره در غزه هست یا در جای دیگری که مسلمانان مورد حمله قرار گرفتن در اونجا دیگه اجازه پدر و مادر لازم نیست آیا در بهش دختری که در دنیا مجرد بوده ازدواج می کند؟ ببینید بی به بی صورت کلی بنابر روایتی که در این زمین از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و در اگر اشتباه نکنم در صحیح مسلم هست این است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در بهشت مجرد وجود ندارد و شوخی بکنم با شما یعنی این که مجردا به بهشت نمیرند مجرد توی بهشت نمیره یعنی تو بهشت ما مجرد نداریم هر کسی که بهشتی هست حتما متعهل هست خانواده داره اهل دارد در این زمین تفاوتی قائل نشده که مرد باشد یا اینکه زن باشه چه مرد باشه چه زن باشه رسول الله صلی الله علیه و دختر باشه ازدواج نکرده باشه پسری باشه ازدواج نکرده باشه خب در روز قیامت در بهشت ان که به یکی از نعمت های بهشتی همین است که انسان همسر داشته باشد چه زن باشه چه مرد باشه خب اگر دخترانی باشند که ازدواج نکردن مرده باشند در حالت مجردی خب پسرای زیادی هم مردن در حالت مجردی و در قیامت ان که به هم دیگر رسند به هر صورت رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که در بهشت ما مجرد نداریم درباره طلاق اجباری و کتک خوردن آیا جایز هست یا نه ببینید طلاق اجباری یک تعبیری داره یک تعریفی داره یک مشخصاتی داره طلاق مکرح به سلام. طلاق مکره اگر یک فردی در حالت اکراه و اجبار مجبور بشه از زنش را طلاق بدهد این طلاق معتبر نیست طلاق مکره یعنی طلاقی که تحت اجبار هست با تیر و تفنگ و وسلا قمه شما را تهدید کردند که یا زنت را طلاق بده یا تو را میکشیم و مطمئن دانی که اگر طلاق ندهی تو را میکشند این میشود معنی اصلا اکراه یا اینکه مثلا تو رو میزنند اگر نکشند میزنند منجر این میشه که زخمی بشی قطع عضو بشی چاقو بهت میزنند این طلاق این مکره هست انسان در این صورت مکره هست در این صورت مکره هست و اگر طلاق بدهد طلاقش از نظر جمهور علما واقع نیست طلاق واقع نمیشه زن و شوهر طلاق نمیشوند اما این که فرض کنیم مادر خانومتون یا نمیدونم کسی دیگر دمپایی رو بلند کرده که یا دخترمو طلاق بده یا میزنمت می خب بگو بزنه یک دمپایی که دردی نداره یا مواردی از این قبیل این اجبار نیست اینکه گفته باشند یلا باید خانم تا طلاق بدی فقط با حرف دارن با تیر و تفنگ و چاقو تهدیدت نکردند و میتونی که طلاق ندی این اجبار نیست اگر در این حالت طلاق بدهد طلاق واقع هست اما اگر فرض کنید که با زور اسلحه گرفتن بردن یک جای مثلا باج بگیرند یا به اون مثلا به قول معروف گفتن زن تو طلاق بده یا به قول معروف زن طلاق بش دادند که اگر فلان حرف رو زدی زن طلاق باشه نه اینا هیچ کدومش از نظر شرعی و از دیدگاه جمهور اعتباری ندارد مونتا در مذهب هنفی باز هم در این زمینه یک مقدار این قضیه رو سخت گرفتند و معتقدند که اگرچه یعنی یک قول اجماعی نیست در مذهب بسیاری از علما هم مانند استاد ما یعنی مفتی خدا نظر الله متعال رحمتشون بفرماید ایشون در دارلوم مکی زاهدان نظرشون بر این بود که طلاق مکره یعنی طلاق اکراه و اجبار این واقع نمی شود اما در مذهب فتوای بر این هست که طلاق واقع می شود اگر کسی سه بار سوره اخلاص را بخواند قرآن را ختم کرده قرآن را ختم نکرده کسی که سه بار سوره به اخلاص را بخواند اما ثواب ختم قرآن به او میرسد کسی که سه بار سوره حمد را سوره اخلاص را بخواند قرآن را ختم نکرده اما ثواب ختم قرآن بنابر بر روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسد ها سوال این بود کسی که در دنیا دختر بوده مجرد بوده ازدواج نکرده در روز قیامت به کسی که عاشقش بوده میرسد ان شاء که میرسد اگر همچنین در روز قیامت هم عاشق بود بهش میرسد اما قیامت رو شما نمیدونید الان فرد عاشقه میگه من عاشق فلانی هستم شاید مثلا فردای قیامت مثلا عاشق نشدید و به صورت عمومی در بهشت هر چیزی را که انسان خواسته باشه و معقول باشه خواسته معقول و به ممکنی باشه انشاالله که به اون خواهد رسید حکم خارج شدن آب منی چیست و باید چه کار کرد؟ اگر منی با شهوت خارج شده باشد از نظر شرعی غسل دارد. موجب کننده غسل هست. یعنی اگر کسی خود ارزایی کرده باشد منی خارج شده باشد یا خواب بوده باشد در خواب ارزا شده باشد یا هم کرده باشد ارزا شده باشد اینا حالت هایی که غسل بر انسان واجب می شود و حتی با هم بدون ارزا هم غسل واجب می شود اما اگر کسی خواب دید که در شب احتلام شده شیطانی شده اما وقتی که بیدار شد عملا اثری از منی نبود در این صورت غسل واجب نیست اگر در ماه رمضان روزه داشته باشی تحریک بشی آب منی بیاد حکمش چیست؟ با تحریک شدن معمولا آب منی نمیاد. حسن شاید منظور شما آب مزی هست. آب شفاف و رقیقی هست که در هنگام تحریک شدن خارج می شود. این اشکالی ندارد. این فقط شکننده ویزو هست. حکمش حکم ادراره. حکمش این است که شکننده به اصطلاح هست اما ربطی به روزه ندارد اگر کسی در روز رمضان به خود ارزایی بکند که منی خارج بشود بله اون شکننده روزه هست روزه شکسته و یک روز دیگر باید به جایش به روزه بگیرد اما اگر در خواب بود بدون به در حالت خواب ارضا شد در اون صورت غصب بر اون واجب هست اما روزه هیچ چشکالی پیدا نمی کند روزش صراس... صحیح هست کسی که عادت ماهیانش جلو و عقب بیفته می روزه بگیرد نمیدونم منظور شما جلو و عقب بیفته چی هست یعنی تاریخش جلو و عقب بیفته این اشکالی نداره به طور مثال شما عادت داشتید که مثلا فرض کنیم که دهم ده ماه همیشه عادت می شدی. این مرتبه دهم ده ماه عادت نشدی فرض کنیم 15 عادت شدی اشکالی نداره این پنج روزی که مثلا عادت نش... نبودی روزه گرفتی روزتون درسته اگر به طور مثال عادت یک خانمی فرض کنیم یک هفته بوده عادتش یک هفته بوده این بار که عادت شد اتفاقا مثلا تا هشت روز مثلا تا نه روز عادتش ادامه داشت خب این روزه ها رو در واقع نباید روزه بگیری بعد از این که پاک شدی روزه بگیر شیخ به جای ناس همون نسوار اگه دستمال کاغذی همینطوری زیر زبان بگذاریم روزه باطل هست یا نه آه از این درد اعتیاد یعنی حتما باید یک چیزی بذارید تو این دهانتون تا اینکه خیالتون راحت بشه نه اگر دستمال کاغذی عادی باشه دستمال کاغذی عادی باشه این شکننده به روزهتون نیست شکننده روزه نیست اما برای کسایی که اعتیاد دارند به مواد مخدر به سیگار به ناس و نسوار و این گونه موارد ماه مبارک رمضان بهترین زمان هست برای اینکه شما ترک بکنید این اعتیاد خودتون را. به خاطر رضای الله متعال وقتی که تا دوازده ساعت سینزده چارده ساعت شما نت توانستید که واقعا یعنی ترک بکنید و این اعتیاد را موقتا کنار بگذارید اگر یک مقدار از و اراده قوی تر باشه انشالله که مطمئنن میتونید که برای همیشه این را ترک بکنید اگر کسی موهاش رو کراتین کرده باشه نمیتونه غسل بگیره؟ بله جایز هست میتواند غسلش و وضویش صحیح هست کسی که مویش را کراتین کرده از نظر شرعی وضویش از هیچ اشکالی نداره هم وضویش درسته و هم به صلاح غسلش درسته یک کسی فرض کنیم که به اسپره زده به موهایش یا کراتین کرده یا فرض کنیم که کرم مو زده مثلا به موهایش موهایش چرم هستن وقتی که وضو بگیرد همین که روی به اصطلاح موهایش مس بکند از نظر شرعی اشکالی نداره حکم کراتین هم این است که یک لایه اضافی نیست که موی شما رو در واقع دو برابر و سه برابر نمی کند لایه کاملی روی تمام قسمت های موی شما نیست به عنوان یک اسپره هست که به به مویتون حالت میده نه اینکه در واقع لایه‌های اضافی روی مو شما وجود داشته باشه در این صورت این مانع از صحت وضو و غسل نیست اگر کسی شب غسل نگیره خواب رفت ظهر غسل کند روزش باطل میشه نه روزش باطل نمیشه اما باید قبل از ظهر یعنی قبل از فجر رو باید غسل بکنه نماز صبح رو باید بخونه و نباید که غسل رو به تاخیر بیاندازد اما فرض کنیم که بالفرض یک فردی, فردی به جنوب شده بود و تا ظهر نتونست غسل بکنه از نظر شهری غسلش درسته سرمایه از کسی گرفتن حلال است یعنی اینکه سرمایه برای کار بگیرید ولی حلال اشکالی نداره سرمایه از یک طرفی باشه و از یک نفر دیگر کار از شما باشه هیچ اشکالی نداره منتها سود را باید درصدی به قرار داد ببندی من از شما یک مبلغی گرفتم که برم کار بکنم و ماهانه به شما یک سودی بدهم این سود را درصدی مشخص بکنیم که پول از شما کار از من فایدهشم هم پنجاه پنجاه چهل هر صورتی که مثلا خواسته باشید روی درصد مشخص باشه اما این که من به شما بگم پولتون در اختیار من بگذار من میرم کار میکنم ماهانه من تعهد میدهم به شما که در هر صورت به شما در ماه ده میلیون مبلغ ده میلیون به شما بدهم این از نظر شهری جایز نیست این جایز نیست منجر به نزاع می شود و عملا هم معلوم نیست که این پول شما این مقدار کار بکند یا کار نکند شاید خیلی بیشتر از این کار کرد یا این که شاید خیلی کمتر از این کار کرد در هر دو صورت این در واقع یعنی یک سوژه ای هست برای مخاسمه و اختلاف و این از نظر شهری جایز نیست اما اگر درصد مشخص کردید که بر اساس درصد بسلا... اه... که مشخص کردید در سود و زیان شریک باشید در اون صورت از نظر شهری اشکالی نداره و درسته بستن موهای بلند برای مردان از نظر شهری جایز هست بل اشکالی نداره که موهای بلند رو اگر ببندی جایز هست و رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که موهایشون بلند می شد موها رو می بستن. البته در اون زمان یعنی گیسو می کردن. و رسول الله صلی الله علیه وسلم احیانا چهار تا گیسو مثلا موهای خودشون رو می به صورت گیسو در می و این از نظر شهری اشکالی نداره جایز هست اگر در رمضان آزمایش اسپرم بگیریم آیا روزه باطل می شود یا خیر؟ اگر این بسلا آزمایش اسپرم بگیره، اگر این بسلا آزمایش اسپرم گرفتن به صورت بسلا خود ارزایی باشه که این شکننده روزه هست. این صورت شکننده روزه هست. اما نه اگر از طریق بسلا،, بسلا دیگری باشه که مثلا استخراج بکنند پزشک مثلا این رو از بدن شما بکشه و بدون شهوت باشه در اون صورت شکننده روزه نیست شکننده روزه شما در اون صورت نیست نه شکننده روزه هست و نه اینکه موجب غسل می شود اما اگر به صورت خود ارزایی و همراه با شهوت بوده باشه این جز شکننده های روزه حساب می شود و غسل بر شما واجب می شود من یک روزه که خونریزی و لکه دارم و این خونریزی برای زایمان هم نیست خانومی که خون ریزیش مداوم هست و زیاد هست یعنی بیشتر از حد معتاد و مثل متعارف مثل خون ریزی داره این استحازه هست این استحازه هست و حز شمرده نمی شود و حکم شرعی شما این است که به تعداد ایام ما عادت ماهیانه خودتون صبر بکنید به طور مثال شما قبلا عادت داشتید که به طور مثال عادت ماهیانه شما فرض کنیم که از تاریخ دهم ده شروع میشه تا مثلا هفدهم دهم هر ماه تا هفدهم هر ماه به طور مثال عادت ماهیانه شما بوده الان طوری شده که عادت ماهیانه ماه شما که از دهم شروع شده فرض کنیم یک ماه داره یعنی ادامه داره از حکم شریش این است که همون دهم ده تا هفدهم ده را که عادت اصلی شما بوده که عادت ماهیانه می شودید، تعداد همون روزها را اینها را عادت ماهیانه حساب بکنید بعد از آن غسل بکنید و نماز روزه تون را سر وقت بخونید و روزه بگیرید ولو این که خونریزی هنوز ادامه داشته باشد اون خونریزی خونریزی عادت ماهیانه نیست و از نظر شرعی مانع به نماز روزه شما نیست و خانمی اومد محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم به نام فاطمه بنت ابی حبیش همین مشکل را داشت و گفت که یا رسول الله وقتی که عادت من به صلاح شروع می شود من دیگه دوباره به سختی پاک می شوم خیلی ادامه دنبال دار هست عادت من رسول الله صلی الله علیه و سلم همین توصیه را فرمودند که به صبر بکن تا ایام عادتت را وقتی که ایام عادت این یعنی اون عادت همیشگیت گذشت بعد از آن غسل بکن و نماز روزت را به جا بیاره حتی اگر بعد از وضو گرفتن برای هر نماز باید جداگانه وضو بگیرد چون این خانمی برای هر نماز باید جداگانه وضو بگیرد و بعد از اون که وضو گرفت هم میتواند قرآن بخواند به قرآن دست بزند نماز بخواند روزش را رو بگیرد حتی اگر در وسط نماز خواندن به فرض خون به صلاح به اندازه باشه که روی جا نماز هم به صلاح اصابت بکنه نماز خودش رو بخواند وضویش باز هم در این صورت نشکسته مولانا چه مذهبی هستی؟ مذهب اهل سنت و الجماعت همون مذهبی که صحابه بودند اهل بیت بودند تابعین بودند تبع تابعین بودند همون مذهبی که ائمه بزرگوار ما بودند امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی احمد ابن حنبل همون مذهبی که شاگردان ائمه بر اون بودند یعنی پیرو قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در جریان روز عادت ماهوار بشویم حکمش چیست؟ اگر کسی در وسط روز به صلاح عادت شروع بشود حکمش این است که روزه اون روزش به صلاح شکسته در هر لحظه ای از روز که انسان به خانم ها عادت بشوند حکمش این است که اون روز روزشون شکسته ولی این که یکی دو دقیقه قبل از افتارم که باشه قبل از اذان مغربم هم باشه اگر خانومی بالفرز عادت ماهیانه شروع بشود از نظر شرعی اون روزش باطل هست روزش و یک روز دیگر باید به جای اون روز روزه بگیرد تعبیر خواب مار چیست؟ والا تعبیرش بلد نیستم اما آرزو میکنم که مثل مار که طولانی هست زندگی شما هم انشالله که طولانی باشه کسی چرس کشید باید دوباره وضو بگیرد. حالتیشون نشته وضو بگیرد. نه کسی که چرس کشید یا سیگار کشید بسلا لازم نیست که وضو بگیرد. این شکننده وضو نیست. شکننده وضو نیست. اما حالتی مانند سیگار که مثلا بوی بدی داره و حتی چرس هم نمیدونم. بعضی میگند که بوی بدی نداره. اما وقتی که به هر صورت مواردی که به بوی بدی دارند و دهان مثلا بوی بد میگیره جایز نیست که در اون حالت انسان به مسجد برود حتی رسول الله صلی الله علیه و توصیه کردند کسی که پیاز خورده و دهانش بو میکند نباید به مسجد برود فرمودن هر کسی که از این شجره یعنی از تره خورده باشه پیاز یا سیر خورده باشه فلا یقربن نه مسجدنا نباید که به مسجد ما بیاید تا زمانی که این بوی گند در اون هستی را که فرمودند که فرشتگان الهی هم از آن چیزی که مسلمانان انسانان متعذی میشوند اذیت میشوند رنج میبرند فرشتگان هم از او اذیت میشوند انسان وقتی که پیاز خورده، سیر خورده یا سیگار کشیده به جای این که بره و ثوابی رو ثواب بکند خب منجر به این میشه که چند نفر دیگر رو شما در واقع از خودتون متنفر میکنید بوی گند دهانتون به اونا آزار میرسونید این از نظر شهری جایز نیست و جایز نیست که برای در این حالت انسان به مسجد بره کفاره قسم خوردن چی هست؟ یعنی قسم رو بشکنی اگر کسی قسم خورده که من فلان کار رو انجام نمیدهم اون کار رو انجام داد قسم خورد که من فلان کار رو انجام میدهم و انجامش نداد یعنی اینکه قسم خودش رو شکست کفاره باید بدهد کفاره باید بدهد الله متعال کفارش رو در قرآن کریم بیان کرده و دو مرحله دارد کفارش ما کفاره دو مرحله دارد مرحله اولش این است که باید یک برده آزاد بکند و اگر بر نبود باید ده مسکین را غذا بدهد و اگر که یا این که اونها را لباس بدهد و اگر توانایی مالی نداشت این سه مورد را نمیتونست انجام بدهد بعد از این میریم به مرحله دوم یعنی این که سه روز روزه بگیرد اما کسی که توانایی مالی دارد جایز نیست و نمیتواند که به عنوان کفاره قسم روزه بگیرد. روزه گرفتم مرحله دوم هست برای کسی که توانایی ندارد که به ده مسکین غذا یا لباس بدهد. اگر مسلمانی تعداد نمازهای قضایی زیادی داشته باشد یعنی که در جوانی مثلا نماز نخوانده باشد حکمش چیست برای کسانی که نماز قضای خیلی زیادی دارند نه اینکه نماز رو قضا کردند یعنی نماز رو ترک کردند نماز را ترک کردند یعنی در جوانی تارک سلات بودند نماز نمی الان بعد از ده سال بعد از 20 سال بعد از سی چل سال که الان توبه کرده لازم نیست که تمام نمازهای عمرش رو قضا بیاورد این لازمی نیست همین که صادقانه توبه بکند از این به بعد عملا نشان بدهد که از گذشتهش پشیمان هست و عملا ترک نماز را ترک بکند بی نمازی رو ترک بکند و تصمیم بگیرد که از این به بعد من انشاءالله تمام نمازهای فرضم را سر وقتش ادا می کنم همین مقدار کفایت می کند و لازم نیست که کل عمرش را دوباره نمازهایش را قضا بیاورد فرصتی هست که از دست داده و توبه گذشته را ما قبل را یعنی زمان قبل را الله متعال با توبه می بخشد توبه گناهان گذشته شما را کاملا می بخشد و می پوشاند به شرط اینکه صادق باشید و توبه تون خالصانه باشه از این به بعد نماز را سر وقتش بخوانید اما اگر خواب افتاده بودید یا فراموش کرده بودید یک روزی نمازی رو مثلا نخونده بودید الان یادتون اومد که فلان روز من نماز را قضا کردم رمازش رو نخونده بودم حکمش این است که الان باید اون نماز را بخوانی باید قضایش را بیاوری نمازی که فراموش شده یا خواب افتاده بودید هر وقتی که به یادتون آمد باید اون نماز را بخوانی. اما نمازی که عمدن ترک کرده بودی در زمان گذشته مثلا ترک کرده بودی و عمدن نخوندی این لازم نیست که به صورت دوباره قضا بیاوری همین که توبه بکنی انشاءالله همین کفایت میکنه اگر شما شاهکاری داشته باشید و عزمی داشته باشید از این به بعد یعنی شاهکار خودت نشان بده و اراده خودت رو نشان بده پای بند نماز باش گذشته رو الله متعال معاف میفرماید آیا کسی با مریضی سرطان بمیرد بهشتی است انشاءالله که شهید هست کسی که با یعنی وبا با با بمیرد با یک مریضی صعب العلاجی در واقع بمیرد با تاون بمیرد با کرونا بمیرد یا با سرطان بمیرد انشاءالله که اینها جز مواردی هستند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که جزء شهدا هستند جزه شهدا هستند و در روز قیامت ثواب شهادت دارند رابطه داشتن زن و شوهر در ماه مبارک رمضان حکمش چیست؟ شبهای ماه مبارک رمضان اشکالی نداره جایز هست اما اگر در روز روزه باشند از نظر شهری شکننده به روزه هست و گذشته از این که روزه میشکند هم قضا لازم دارد و هم کفاره لازم دارد اگر کسی در روز رمضان در حالت روزه هم بستری بکند باید کفاره هم بدهد کفارش این است که شست روز پشت سر هم روزه بگیرد شست روز پشت سر هم روزه بگیرد و اگر نتوانست روزه بگیرد باید به شست مسکین غذا بدهد اگر با یک زن مسیحی ازدواج بکنیم جایز است بله ازدواج با زن مسیحی و زن یهودی جایز هست گرچه که صرفا جایز هست اولاتر نیست اولاتر این است که انسان با زن مسلمانی در واقع ازدواج بکند اما اگر یه مورد خاصی پیش و یک فردی با یک زن مسیحی ازدواج کرده بود ازدواجشون درسته اگر خانم طلاق, طلاق غیابی بگیرد جایز است دوباره ازدواج بکند ولی نظر من این است که وقتی که به صلاح خانمی نمیخواد با یک مرد زندگی بکند و عذر شرعی دارد عذر قانع کنندی دارد برای طلاق و شوهرش راضی نیست اونو طلاق بده و شوهر رفت دادگاه شکایت کرد دادگاه هم عذرش رو موجه دانست و طلاق صادر کرد از نظر شرعی رأی دادگاه معتبر هست و طلاق باقی می شود و بعد از گذشته عدت این زن می تواند که برای دوباره ازدواج بکند در بهشت به مردها حوری میدهند به زنها چی میدهند به زنها هم حوری میدهند نگران نباشید هیچ کسی در روز قیامت در بهشت مجرد نمیمونه خیالتون راحت باشه ذکر کردن با هسته خرما جایز است خب این حکمش همون حکم ذکر کردن با تسبیحه ذکر کردن با تسبیح ذکر کردن با تسبیح از نظر شهری جایز هست ممانعتی در این زمینه وجود نداره اما اینکه ذکر خاصی باشه تعداد خاصی باشه مراسم خاصی بگیرند و این گونه موارد از نظر شرعی ثابت نیست اینها بدعت هست که وقت مشخصی یا ذکر مشخصی یا تعداد از کار مشخصی با کیفیت مشخصی بخوان ذکر بکنند اینا ثابت نیست اما کسی فرض کنیم یک تصویح درست کردن از هسته خورما باشه خوب هیچ اشکالی نداره یا خودش مثلا در خونه مثلا با خسته خرما ذکر میکنه از صحابه ثابت از حضرت ابو هرره رضی الله تعالی اما این که مراسم خاصی گرفته بشه کیفیتی خاصی باشه از کار خاصی باشند و اینا از نظر شری در واقع معتبر نیست راه های ترک خود ارزایی رو توضیح بدید راه ترک خود ارزایی اولین موردش این است که شما باید اراده داشته باشید شما باید اراده قوی داشته باشید و سست نباشید در برابر بسلا یعنی حوث شهوانی و جنسی خودتان اراده داشته باشید قطعا یعنی موفق میشید اولین قدمش این است که به شاید نتونید که یک باره یعنی عادت به خود ارزایی رو ترک بکنید اما میتونید فاصله بیاندازید. میتوانید که فاصله بیاندازید به طور مثال کسی مثلا معتاد شده هر روز خود ارضایی میکنه خب هر روز رو بکنه سر دو روز سر سه روز بعدش مثلا سر یک هفته سر دو هفته و خود این فاصله کم کم به اصطلاح این قدرت شما رو و اراده شما رو در واقع قوی تر میکنه این یک مورد مورد دیگر سعی بکنید که از خلوت و تنهایی پرهیز بکنید تنها نباشید همیشه در خلوت ندید سعی بکنید با دوستانتون باشید با خانواده باشید سعی بکنید با کتاب و ورزش و بقیه موارد خودتون را در واقع سرگرم بکنید از مواردی که به صلاح تحریک کننده هست یا مثلا از در فضای مجازی به از عکس ها و فیلم های مبتذل مثلا پرهیز بکنید در بیرون خانه وقتی می روید نگاه خودتون رو کنترل بکنید با دوستانی که شما رو وسوسه می کنند به مراوده نداشته باشید پرهیز بکنید و متوجه باشید به طرف الله متعال ذکر و اوراد بخونید قرآن بخونید از الله متعال بخواهید که این توفیق را به شما بدهد تمام این موارد انشاءالله اگر شما به کار بگیرید حد قطعا میتونید که این مورد را ترک بکنید و اگر توانایی ازدواج دارید که بهترین راه و مطمئن ترین را همون ازدواج هست خب دوستان عزیز فکر میکنم که به همین مقدار کفایت بکنیم امشب کافی هست و میدونم که شما هم نمیخوابید و سوالات شما هم پایان نداره منطق به هر صورت جایی باید برنامه رو خاتمه بدیم و تا برنامه دیگر انشالله شما رو به الله متعال میسپارم. دار پناه الله متعال باشيد و طاعات و عبادات همه شما به الله متعال قبول بشود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته